سلام دوستان عزیز، امیدوارم سالم و سلامت باشین. خیلی هاتون ازم میپرسین آرماند چجوری تونستی از پس این همه چالش بر بیای، چجوری به موفقیت رسیدی، چجوری ما میتونیم به این موفقیت ها برسیم، یا چیزایی که تو ذهنمون داریم چطور راحتتر و بهتر تصویر سازی کنیم، چطور با چالش روزانمون دست و پنجه نرم کنیم. هر از گاه احساس میکنین روحتون خسته است و من امروز گفتم این مدیتیشن رو برای شما دوستان عزیز درست کنم که بتونیم به همدیگه کمک کنیم. قبل از اینکه دوستان این مدیتیشن رو شروع کنیم، شاید خیلیاتون آشنایی نداشته باشین با مدیتیشن. هیچ چیز پیچیده ای نیست. من به ساده‌ترین روش به شما کمک میکنم و میگم که چه کاری انجام بدین. اولین کاری که باید انجام بدین، برین یه گوشه خلوت، یه جای راحت خلوت که شاید زیادم نور هم نباشه، یه جای تاریک خلوت، بریم اونجا واسه خودتون خلوت کنیم. از هدفون استفاده کنین که فقط خودتون و خودتون به این حرف و به این آهنگ گوش کنین. راحت راحت فکرتون از همه چیز برای این چند دقیقه راحت کنین. به هیچ چیز فکر نکنین، عمیقاً گوش کنین، سعی کنین درک کنین هر چیزی که دارم میگم. و شاید در این عینی که داریم به این گوش میدین حتی خوابتون هم ببره که هیچ اشکالی نداره، ولی سعی کنین تا اونجایی که میتونین متمرکز باشین، کامل به این صدا گوش کنین، به این آهنگ پشتی گوش کنین تا بتونین تصویرسازی خودمون رو قوی‌تر و قوی‌تر کنین. چشاتون رو ببندین، یه نفس عمیق بکشین. از دماغ نفس بکشین، از دهنتون بدین بیرون، یه نفس عمیق. به هیچ چیزی جز خودتون الان فکر نکنین. همینطور که بدنتون به استراحت نیاز داره، روحتون هم به استراحت نیاز داره. و خیلی از ماها غافل میشیم که چقدر مهمه استراحت روح، اینکه به روحمون نوازش بدیم، از روحمون مراقبت کنیم. روزانه با آدمای زیادی دست و پنجه نرم کنیم، با مشکلات زیادی دست و پنجه نرم کنیم. و وقتی روز جدیدی رو میخواییم شروع کنیم، خسته ایم از روز قبل. شب که میخواییم بخوابیم، شاید چون روحمون انقدر خسته است که خوابمون نمیبره، همش فکرهای پریشون داریم. ولی من کمک میکنم از امروز کم کم قدم به قدم بهتر و بهتر شیم، ولی باید هر روز این کار رو انجام بدیم. هر روز گوش کنیم تا بتونیم باتری های روحتون رو شارژ کنیم. هیچ چیز اسرارآمیزی پشت نیست، فقط تکرار مکررات، فقط این که بتونیم به خودتون آموزش بدیم، روحتون رو تقویت کنیم. باید شروع کنیم. بعد از این نفس عمیق فکر کنیم که 3 سال بعد، 5 سال بعد، 10 سال بعد میخواییم با چه کسایی در ارتباط باشیم. یه لحظه به رویاتون فکر کنیم، میخواییم چه شغلی داشته باشیم. هر سنی که الان هستی مهم نیست، 30، 20 سال، 30، 40، 50 اصلا مهم نیست. 3 سال بعدتون رو ببینیم. چشاتون رو ببندیم، تصور کنیم خودتون اون لباسی که الان پوشیدیم برای 3 سال بعد. وقتی از خونه میایین بیرون چه ماشینی سوار شده؟ خونتون چه شکلیه؟ کجاست؟ کجا هستیم؟ تو چه قاره‌ای؟ چه کشوری؟ هوای اون روزی که داریم تصور میکنیم چجوریه؟ آیا بارونیه؟ آیا آفتابیه؟ بهاریه؟ داره برف میاد؟ هر کس هر طوری که میخواد برای خودش میتونه تصویر سازی کنه، ولی خودتونو تو اون لباس، تو اون آب و هوا، تو اون شرایط، حالت موهاتون چجوریه، صورتتون اصلاح کرده از تحریشه، هر جوری که از کلا گذاشتین، کلا نذاشتین، کت شلوار پوشیدین، یه لباس بلند پوشیدین، دامن پوشیدین، کت شیک زنانه، هر چیزی میتونه باشه دوستان. اینجا جاییه که خودتون سلیقه خودتون رو قرار انتخاب کنید. توی ذهن خودتون هر چیزی که میگم رو برای خودتون باید ببینید.
صبح که بلند میشین تو چه تختی هستین، تختتون چه شکلیه، اتاقتون چه شکلیه، شکل خونتون چه بویی میاد، صبح که از خواب بیدار میشین دوست دارین چه بویی بیاد، بوی خوب قهوه بیاد، بوی اتکلن بیاد، بوی گلهای تازه بیاد، بوی نعنا بیاد، بوی اوکالیپتوس، همه اینا رو جز به جز باید تصویر سازی کنید، باید برای خودتون ببینید با سلیقه خودتون. هیچ کس اجازه دخالت در ذهن شما رو نداره. صحبتونو که شروع میکنین دوست دارین یه فنجون قهوه بخورین، دوست دارین یه فنجون نسکافه بخورین، چای، شیر، انتخاب خودتون، یه صبحونه دلنشین، دلچسب، هر چیزی که میخواییم، هر چیزی، یه دوش آب گرم قبل از اینکه روزتون رو شروع کنیم. لباسی رو که انتخاب کردید الان میخواییم بپوشیم. اولین ملاقات صبحتون میخواییم با چه آدم مطرح و بزرگی باشه. بعد از اون کلید چه ماشینی رو انتخاب میکنیم، چه رنگیه، دو دره، چهار دره، سرعتش چه شکلیه، همه اینا رو برای خودتون تصویر سازی کنیم. در ماشینت رو باز میکنیم، میشینیم تو ماشینتون، ماشینت رو روشن میکنیم. تو راهی که میرین راه چجوریه، چطور جادهیه، سرسبز کوهستانیه، چطوریه، خیلی مهمه دوستان تک تک جزئیات تو ذهنتون نگه داریم. و هر روز، هر روز باید به این فکر کنین، هر روز باید تصویر رو کامل تر کنین. فقط این نیست که گوش کنین، میخوام اون لحظه، این چند دقیقه رو زندگی کنین. بعد از اینکه اون شخص رو ملاقات کردین، دوست دارین چه صحبتی با اون طرف داشته باشین، هر کسی میتونه باشه. حساب کنین خدای قدرتی به شما داده که میتونین 3 سال بعد زندگیتون رو، در 3 سال آینده هر چیزی که میگین همونجوری باشه. پس امروز اون روز تصویرسازیه برای آدمی که قرار 3 سال یا 5 سال دیگه این تصویرسازی رو زندگی کنه. پس نترسیم، قرار نیست شما هیچ ترسی داشته باشین از اینکه چطور فکر میکنین، قرار نیست هیچ کسی شما رو قضاوت کنه. فقط آروم باشین، هیچ عجله ای نکنین، تک تک جزئیاتی رو که میخواین تصور کنین. بعد از ملاقات با اون شخص مورد نظر، هدف بعدیتون چیه؟ دوست دارین چه شغلی داشته باشین؟ اصلا دوست دارین حقوقتون چقدر باشه؟ همه اینا رو جز به جز باید تصویر سازی کنین، زندگی کنین، باید حسش کنین قلبن و عمیقن. آیا به حیوان خونگی خاصی علاقه‌مند هستیم؟ دوست داریم بعدش با سگتون بریم قدم بزنیم، بریم با هم لب دریا با اون لباس مورد علاقتون، با اون عطر یاد کنونی که زدیم، با ماشین مورد علاقتون، با سگ یا گربتون رفتیم لب ساحل، یه لحظه تصور کنون صدای آب چه لذتی داره، موج میزنه، شما هم نشستین، میتونین آفتاب تقریبا وسط دریا باشه، شما از اون بوی دریا کیف کنین. حالا میتونه جایی که مهاجرت کردین باشه، میتونه جایی که مسافرت کردین باشه، هر جایی که دلتون میخواد. این ساخته ذهن و دل شماست، پس اصلا ازش ترسی نداشته باشه، هیچ عجله ای نکنین. سعی کنین 3 سال بعدی رو که داریم برنامه ریزی میکنیم براش، تصویر سازی میکنیم هر جوری که میخواییم باشه، از تخیل و تصورش ترسی نداشته باشه. قرار این کار رو هر روز تکرار کنیم. هرچی بیشتر تکرار کنیم به واقعیت نزدیکتر میشه. هیچ کسی نمیتونه این قدرت و دوستان از شما بگیره. ذهن یکی از چیزهایی که هیچ کس اجازه کنترل اونو نداره و یکی از قدرتمندترین سلاحاییه که خودتون برای زندگی خودتون میتونین هر جوری که میخواین کنترلش کنین. پس از قدرت ذهن
و از مدیتیشن غافل نشید. هر روز باید بشینیم به این فکر کنیم که 3 تا 5 سال آیندهتون زندگیتون چجوری میشه. این تصویرسازی‌های مکرر فقط این نیست که بشینیم به یه گوشه نگاه کنیم، اون چند دقیقه باید زندگیش کنیم. گذشته رو شاید نشه فراموش کرد، ولی سعی کنین خودتون رو ببخشین برای اشتباهی که انجام دادیم. هیچ کدوم از ما خواسته اون اشتباه رو انجام ندادیم، ولی اون اشتباه امروز ما رو ساخته. فقط از اون اشتباهاتتون پند و اندرز بگیریم. من نمیگم اون افرادی رو که به شما آزار رسوندن، بهتون آسیب رسوندن، دوباره به زندگیتون برگردونیم. ببخشینشون، نه اینکه اونا لایق بخشش باشن، ولی شما لایق آرامشین. پس با بخشیدن اونها برای ذهنتون یه جای خالی بذاریم برای تصویر سازی خودتون، و اون انرژی، اون جای اضافه رو برای هیچ کسی اشغال نذارید. رها کنید. شاید یه روز شلوغ باشه، یه مقدار شاید خسته کننده باشه، ولی تموم شده، رسیدین خونه، الان دارین از این ویدیو استفاده میکنید، دارین برای خودتون تصویر سازی میکنید. این لحظه رو هیچ کس نمیتونه ازتون بگیره. اجازه ندین کسی تصویر سازی ذهنتون از شما بگیره. به هیچ کس این حق رو ندین. من هیچ وقت نذاشتم. فقط تنها رازش اینه که با هیچ کس تصویر سازی ذهنتون رو در میون نذارین. چرا که خیلی ها چون قدرت فهمیدنشو ندارن، شاید مسخرتون کنن، شاید نخوان جدی بگیرنتون، چون خودشون به این قدرت باور نرسیدن. اشکال نداره، قرار نیست شما به همه ثابت کنین که تصویر سازی و قدرت ذهن امکان پذیره، ممکنه و اتفاق میفته. هر آدم موفقی که شما تو زندگیتون ببینین مدیتیشن رو انجام میده، به قدرت ذهن باور داشته و داره، قبل از این که اتفاق بیفته دیده، خواسته، باور کرده، تصویر سازی کرده. ولی شما باید در تمام روز این کار رو انجام بدین. نمیگم فقط بشینین و به آینده نگاه کنین، نه، باور داشته باشین هر قدمی که امروز برمیدارین برای آیندهتونه، چون میخواین یه آینده که خودتون با تصویر ذهنیتون درست کرده باشین. پس نذارین هیچ کس دست درازی کنه به تصویر سازیتون. شاید اولین بارهایی که شروع کردم من این کار رو کردم 14 سالم بود که فکر مهاجرت من خیلی قوی تر شده بود و رویای خودم رو داشتم. شاید اسمشم اصلا نمیدونستم تصویر سازیه، ولی تمام وقت خودم رو تو آمریکا میدیدم. این از من تمام وقت تصویر سازی این بود که چه ماشینای سوار میشم. تمام وقت به این فکر بودم که کی میشه برسم بتونم شغل داشته باشم، بعدها شغلهای خودم رو داشته باشم، بیزنسهای خودم رو داشته باشم، و چه خوب میشه اون روزی که بتونم یه خونه حیاتدار داشته باشم. حیاتش خیلی میخوام بزرگ باشه، بیشتر از 1 هکتار میخوام حیات داشته باشم. دوست دارم کلی درخت داشته باشم، دوست دارم حیوان خونگی داشته باشم، دوست دارم سگ داشته باشم، و ماشینایی که آرزو دارم و میخوام داشته باشم یکی پس از دیگری. دوست دارم فلان شخص رو تو زندگیم داشته باشم، کسی که میتونه همسر آیندم باشه. هیچ کدوم از اینا نگفتم آسونه، ولی تصویر سازی کردم و همه اینا اتفاق افتاده. همسر آرانم کسی که همیشه تصویر سازی کردم که حتی چه صحبتهایی با هم داشته باشیم، چجوری بتونیم آیندهمون رو حتی قوی تر از الان بکنیم، چجوری بتونیم هر روز بهتر از دیروز باشیم. پس اگه من این کار رو انجام دادم و این کار امکان پذیر بوده و هست، شما هم میتونیم تصویر سازی انجام بدیم. فقط مهم اینه که بتونیم به خودتون باور داشته باشیم. قبل از هر چیزی به خودتون باور داشته باشیم. روحتون رو با تصویر سازی روزانه تغذیه کنید. این یکی از مهمترین، بهترین و راحتترین کارهایی که میتونید روز به روز بر اون رویاهاتون نزدیکتر و نزدیکتر بشید. پس به خودتون باور داشته باشید، تصویر سازی روزانه انجام بدید
و وقتی دارین تصویر سازی رو انجام میدین اون لحظه ها رو زندگی کنین. انگار یه لحظه به یه روش جادویی، به یه روش معجزه‌آزا رفتین 3-4 سال دیگه، برای اون لحظه ها رو زندگی میکنین. پس اینجوری تصویر سازی کنین و به هیچ کس اجازه ندین تصویر سازیتون رو به خود خراب کنه. ولی دوست دارم بعد از این ویدیو یه لبخندی به رابطون داشته باشین که آخرش چه کیفی داد. اگه هم وسط کار خوابتون برد یا یه چرت زدین بازم اشکال نداره، بازم نشون دهنده اینه که من کارم رو انجام دادم و تونستم به شما دوستان عزیز از راه دور با این صدا و این ویدیو کمکتون کرده باشم. ممنون و متشکرم.